درود بر شما و خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان من فریبا شیرزی هستم در این برنامه گزارشی داریم از نشست گروه های مخالف دولت سوریه در ریاض از رد شکایت رئیس سازمان صدا و سیما و سردبیر ارشد پرستیوی توسط دادگاه عدالت اروپا خواهیم گفت نگاهی داریم به منابع مالی گروه تروریستی داعش و گزارشی هم داریم از عمل جراحی مهدی کروبی و دیدار برادر حسن روحانی از وی با ما همراه باشید در حالی که نزدیک به یک ماه به گفتگوها میان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد باقی مانده عربستان سعودی اقدام به برگزاری نشستی سه روزه در ریاض کرد تا گروه های مخالف بشار اسد در مورد راههای گفتگو با حکومت سوریه تبادل نظر کنند گرچه همه گروه های مخالف دولت سوریه به این نشست دعوت نشده بودند اما این اولین بار از سال 2011 است که طیف گسترده از گروه های سیاسی و مسلح گرده هم آمدند و از این جهت ناظران این نشست را مثبت ارزیابی کردند رهبران گروه های معارض سوری که به دعوت عربستان سعودی از روز سه شنبه به ریاض رفته بودند روز پنج شنبه نوزدهم آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای به نشست خود پایان دادند ملک سلمان پادشاه در سخنان خود در نشست افتتاح اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر بر راه حل سیاسی برای بحران سوریه بر اساس اصول ژنو یک تاکید کرد و تاکید کرد تروریسم هیچ دینی ندارد و اسلام آن را نمیپذیرد ملک سلمان گفت دولت های ائتلاف علاقمند به تحقق امنیت و یافتن راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه هستند شیخ تمیم امیر قطر نیز در سخنان خود مخالفان سوری را به وحدت و استفاده از فرصت جهت رسیدن به موضعی مشترک پیش از گفتگوهای صلح در ابتدای سال آینده میلادی فراخواند این اجلاس تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد و به گفته یک دیپلمات حاضر در نشست به غیر از داعش و جبهه نصرت که شاخه القاعده در سوریه است کردهای سوری نیز به نشست ریاض دعوت نشدند شماری از نمایندگان گروه های کرد، آسوری و عرب سوری نیز روز سهشنبه هفدهم آذر ماه نشست جداگانه ای را در داخل خاک سوریه برگزار کردند. وائل میرزا از نمایندگان آسوریان حاضر در این کنفرانس از عدم دعوت گروه های کرد سوریه به نشست ریاض انتقاد کرده و گفته کرد های سوریه که در داخل کشور مانده و از مردم این کشور دفاع کردند بیش از همه شایسته شرکت در نشست مخالفان برای حل بحران و جنگ داخلی سوریه هستند. ائتلاف ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف رژیم بشار اسد است با حضور کردها در نشست ریاض مخالفت کرده و کردهای سوریه را متهم کرده است که نه با رژیم بشار اسد بلکه با نیروهای عرب مخالف حکومت دمشق مبارزه می کنند. در این حال احرار شام که پس از داعش مهمترین گروه نظامی مخالف بشار اسد در سوریه است و در کنفرانس ریاض نیز حضور دارند خواستار برکناری بشار اسد و نابودی رژیم او هستند هرچند هدف اصلی کنفرانس ریاض رسیدن به وحدت نظر مخالفان اسد پیش از آغاز مذاکرات با رهبر رژیم دمشق اعلام شده است در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه هفدهم آذر ماه گفت نتایج نشست ریاض تعیین کننده نشست بین المللی است که قرار است 18 دسامبر در نیویورک با حضور نمایندگان 17 کشور جهان برگزار شود. آقای کری روز چهارشنبه 18 آذر ماه اعلام کرد برای ملاقات با همتای روس خود سرگئی لاوروف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته آینده عازم مسکو می شود. علاوه بر بحران اوکراین درباره بحران سوریه نیز با مقام های روسی گفتگو خواهد کرد. همزمان وزیر خارجه روسیه تاکید کرد تشکیل جبهه واحد و جهانی مبارزه با تروریسم فقط بر مبنای قوانین بین المللی امکان پذیر است و در این رابطه نقض ائتلاف آمریکایی در ارتباط با قانونی بودن آن در قلمرو سوریه در امر مبارزه با تروریسم کمک نمی کند در همین حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه 18 آذر ماه درباره عملکرد آنکارا هشدار داد امیدواریم ترکیه در سوریه اقداماتی شبیه استقرار نیروهای خود در عراق انجام ندهد و مسئولان این کشور در مورد عواقب این گونه اقدامات خود خوب فکر کنند. به گزارش ایتارتاس آقای چورکین که پس از یک نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق سخن می گفت این اقدامات آنکارا را غیرمعقولانه خواند و ابراز امیدواری کرد که واکنش اعضای شورای امنیت باعث شود مسئولان ترکیه از طرحهای نظامی خود در مورد کشورهای همسایه صرف نظر کنند نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل با اشاره به دید دیدار اخیر خود با اوباما در قالب هیئتی از نمایندگان دائمی کشورهای عضو شورای امنیت در سازمان ملل گفت در این دیدار کاملا مشهود بود که طرف آمریکایی از اقدامات ترکیه در شمال عراق خورسند نیست اما آنها در حضور ما از انتقاد از ترکیه خودداری کردند نشست غیرعلنی شورای امنیت به درخواست روسیه برگزار شد خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا گفته است که مستشاران می توانند به نیروهای عراقی در مورد نحوه عبور از مرکز شهر طی هفته های پیش رو کمک کنند. البته کاخ سفید آمریکا میگوید برک اوباما رئیس جمهوری آن کشور هنوز اجازه استفاده از هلیکوپترهای نظامی را صادر نکرده است. محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیما و حمید رضا امادی از مسئولان شبکه پرس تیوی به حکم دادگاه عدالت اروپا به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر شناخته شدند و نامشان همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و حمید رضا امادی سردبیر ارشد شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس متعلق به جمهوری اسلامی را برای خروج از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا رد کرد. وکلای آقای سرفراز و امادی با شکایت به دادگاه عدالت اروپا خواستار خروج نام موکلانشان از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا شده بودند. آنها تصمیم اتحادیه اروپا را ناعادلانه و بی اساس خانده و مدعی آن شده بودند که قرار دادن نام این دو توسط اتحادیه اروپا در فهرست تحریم ها ناقض حق آزادی سفر، حق اشتغال، آزادی حق دفاع است. این فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران علاوه بر نام او و حمید رضا امادی رئیس اتاق خبر شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما نام گروهی از قضات ایرانی و رئیس زندان اوین در سال 1391 را نیز در بر می گیرد. زمانی که محمد سرفراز وارد این فهرست شد مدیر بخش بین المللی صدا و سیما و رئیس شبکه پرستیوی بود. با این همه دادگاه عدالت اروپا پس از بررسی تقاضای تجدید نظر محمد سرفراز و حمید رزا امادی به این نتیجه رسید که این دو ناقضان جدی حقوق بشر بوده و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در راستای تحریم کردن آنان قانونی بوده است. بر همین اساس دارایی های این دو مقام ایرانی در اروپا همچنان توقیف خواهد بود و خود نیز همانند سابق اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت به گفته سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده ی حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر میکند این سازمان پیشتر گزارش هایی را در مورد عملکرد سازمان صدا و سیما ارائه کرده بود که از جمله منابعی بودند که مقامات اتحادیه اروپا برای تحریم مدیران این سازمان استفاده کردند. در سال 2013 در پی گسترش فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقامات جمهوری اسلامی نام محمد سرفراز و حمیدرضا امادی به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران در پخش اعتراف های اجباری زندانیان سیاسی از تلویزیون به این فهرست اضافه شد. این دو مقام ایرانی نسبت به این تصمیم به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند و خواستار حذف نام خود از این فهرست شدند. شادی امین و شادی صدر مدیران سازمان عدالت برای ایران به همراه راین هارد مارکس وکیل این سازمان بنابر تصمیم دادگاه عدالت اروپا به عنوان شخص سالس در جلسه رسیدگی به این شکایت کتابستان امسال در لوکزامبورگ برگزار شد، شرکت داشتند و به پرسش های هیئت قضات پاسخ دادند. در بیانیه ای که عدالت برای ایران به مناسبت صدور حکم نهایی از سوی دادگاه عدالت اروپا منتشر کرده آمده است که این دادگاه استدلال های وکلای سازمان صدا و سیما برای ناسحیح خواندن گزارش های این سازمان را رد کرده و ادعاهای مطرح شده توسط شاکی را قابل اثبات ندانسته است. طبق رأی دادگاه عدالت اروپا محمد سرفراز و حمید رزا امادی موظف به پرداخت تمام هزینه های دادگاه و همچنین هزینه های وکیل اتحادیه اروپا شدند. محمد سرفراز پنجمین مدیر سازمان صدا و سیما پس از انقلاب سال 1357 است. آقای سرفراز در زمان مدیریتش پرستیوی در کنار رادیو و تلویزیون دولتی ایران با همکاری سازمان های امنیتی این کشور اقدام به پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از جمله مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی کرده است. آقای سرافراز گفته بود تحریم او ناعادلانه و بیپایه است به گزارش خبرگزاری فارس حمید رزا امادی نیز در تیر ماه سال 1392 گفته بود اتحادیه اروپا انواع و اقسام اتهامها را به ما چسبانده بدون اینکه شواهد و مدارکی ارائه کند هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که طبق آن سفر شهروندان 38 کشوری که می بدون اخذ ویزا به آمریکا سفر کنند به این کشور محدود خواهد شد جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته دولت از این طرح حمایت می کند به اظهار امیدواری کرده که کنگره این طرح را به سرعت تصویب کند وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد از طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان این کشور در مورد ایجاد محدودیت‌های مسافرتی حمایت می‌کند. بر اساس طرح مجلس نمایندگان که روز سهشنبه هفدهم آذر ماه با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضا تصویب شد شهروندان سی کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیاز به روادید ندارند اگر طی پنج سال گذشته به کشورهایی مانند ایران عراق سوریه یا سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا روادید بگیرند همچنین احتمال دارد شهروندانی که تبار ایرانی و سوری دارند و اکنون تابع آن 38 کشور هستند نیز از معافیت ویزایی کنار گذاشته شوند. کنگره آمریکا از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده و طرح تازه اکنون باید به تصویب سنا و سپس به امضای ریاست جمهوری آمریکا برسد تا به قانون تبدیل شود. 38 کشور جهان از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن یا کره شمالی برای سفر به ایالات متحده و اقامتی 90 روزه در آن کشور نیازی به روادید ندارند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایالات متحده را بانی و حامی تروریسم خواند و گفت امروز افرادی در گوشه و کنار جهان به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام می کنند که نباید مسلمانان را به دیگر کشورها راه داد در حالی که آنان از بانیان و حامیان تروریسم هستند آقای ترامپ در واکنش به کشدار چهارده نفر در کالیفرنیا توسط یک زوج مسلمان اصالتا اهل پاکستان خواهان توقف کامل ورود تمام مسلمانان به آمریکا شد در ایران علاوه بر رئیس جمهوری مرتزا سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه از سخنان آقای ترامپ انتقاد کرده و گفته است اسلام حراسی در غرب کمکی به مبارزه با تروریزم نمی کند در تحولی دیگر در همین زمینه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد گرچه موضع ترامپ درباره مسلمانان را رد می کند در پی اعلام برنامه سفر ترامپ به اسرائیل و دیدار با نخست وزیر این کشور دامنه اعتراضات به اسرائیل نیز گسترش پیدا کرده است روز چهارشنبه هجدهم آذر ماه 37 نماینده پارلمان اسرائیل که در بین آنان دو نماینده از حزب حاکم لیکود هم هستند با امضای یک نامه سرگشاده خواهان لغو این دیدار شدند ای از معترضان در آمریکا طی روزهای اخیر ترامپ را با هیتلر مقایسه کردند با این حال دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید دیدار آقایان ترامپ و نتانیاهو روز 28 دسامبر برگزار خواهد شد زیرا برنامه دیدار حدود دو هفته پیش تنظیم شده است به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به طور سنتی با کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا که خواهان دیدار با وی باشند ملاقات می کند بدون آنکه از کاندیدای خاصی حمایت کند یا با آنها اتفاق نظر داشته باشد دونالد ترامپ پیشتر نیز اظهارات جنجالی داشته است از جمله اینکه مساجد آمریکا باید تحت نظر باشند همزمان بیشتر از 350 هزار نفر از شهروندان بریتانیا با امضای توماری خواهان ممنوع شدن ورود دونالد ترامپ به این کشور شدند و به این ترتیب نمایندگان باید این تقاضا را در پارلمان بررسی کنند در همین حال آقای ترامپ به روزنامه واشنگتن پست گفته است که علیرغم فشارها برای کنارگیری او تحت هیچ شرایطی رقابتهای ریاست جمهوری 2016 را ترک نخواهد کرد کاخ سفید پیشتر گفته بود که آقای ترامپ به خاطر اظهاراتش در مورد مسلمانان صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد به علاوه بسیاری از جمهوری خواهان او را شایسته نامزدی حزب نمیدانند آقای ترامپ تهدید کرده است که اگر با او منصفان ان رفتار نشود این حزب را ترک خواهد کرد و مستقلا نامزد خواهد شد مقام های حزب جمهوری نگرانند که در صورت خروج دونالد ترامپ آرای نامزد نهایی جمهوری خواهان شکسته خواهد شد و دموکراتها را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد نظرسنجی ها حاکی است که هرچند آقای ترامپ برای چند ماه پیش میدان رقابت های داخلی حزب جمهوری خواه بود اما اکثریت رای دهندگان در این کشور نظری منفی نسبت به او دارند شرکت هواپیمایی ایر فرانس از بهار سال آینده پروازهای خود در خط پاریس تهران را اثر سر می پروازهای این شرکت به ایران از سال 2008 میلادی به این سو متوقف شده بود. شرکت هواپیمایی ایر فرانس KLM روز سهشنبه 17 آذر در اطلاعیه خبر داد که از پنج ماه دیگر یعنی ماه آوریل 2016 مجددا پروازهای خود به ایران را آغاز می کند. به گفته ای این شرکت خط پاریس تهران از آن پس سه بار در هفته به ایران پرواز خواهد داشت. این پروازها از سال 2008 میلادی متوقف شده بودند شرکت ایر فرانس در اطلاعیه خود نوشته است ایر فرانس میخواهد فعالیت خود را در کشوری با رشدی پویا توسعه داد اتحادیه اروپا چهارمین شرکت تجاری ایران است به گزارش رویترز این قدم ایرفرانس به دنبال توافق هسته ای ایران و غرب و در راستای بهبود مناسبات ایران و فرانسه است فرانسه در طول مذاکرات هسته ای یکی از سرسخت ترین طرف های مذاکره برای ایران بود اما مقام های فرانسوی گفتند که گمان نمی این سیاست حالا مسیر مناسبات اقتصادی دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد فرانسوی ها انتظار دارند که با برداشته شدن تحریم ها در آغاز سال میلادی آینده روابط تجاری دو کشور از جمله در صنعت هوانوردی به سرعت رشد کند امکان خرید هواپیماهای مسافربری برای ایران با لغو تحریم ها در پی توافق هسته‌ای میسر شده است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قبل از سفری که در ماه نوامبر برای دیدار با مقام های فرانسوی در پاریس در پیش داشت گفته بود احتمالا معامله ای را برای خرید چند فروند هواپیمای ارباس امضا خواهد کرد این سفر در پی حملات تروریستی در پاریس در تاریخ 13 نوامبر امسال لغو شد شرکت هواپیمایی لوفتانزا نیز در ماه اکتبر امسال خبر داده بود که تصمیم گرفته است از ماه آوریل سال آینده میلادی پروازهای مستقیم خود را از مونیخ به تهران از سر گیرد همچنین قرار است با آغاز برنامه تابستانی این شرکت هوایی هفته ای سه پرواز مستقیم به تهران انجام شود آخرین پروازهای مستقیم و ادامهدار لفتانزا به تهران در سالهای 2004 تا 2006 میلادی بوده است لفتانزا در حال حاضر پروازهای مستقیمی از شهر فرانکفورت آلمان به تهران عرضه می کند. در کنار این بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان شرکت های هواپیمایی ماهان ایران ایر و گرمانیا نیز پروازهای مستقیم از آلمان به ایران دارند مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 که در حصر خانگی به سر میبرد به دلیل شکستگی پای چپ در بیمارستان بستری و جراحی شد این ششمین جراحی آقای کروبی از زمان حصر خانگی اوست همزمان چاپ مصاحبه و عکسی از محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات خبرساز شد به دنبال انتشار این خبر غلام حسین محسنی اژهی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده و از او تعهدنامه گرفته شده آقای دعایی اما تاکید کرد که این محدودیت در انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی را نمیپذیرد مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران به دلیل شکستگی پا صبح روز سهشنبه 17 آذر مورد عمل جراحی قرار گرفته و در پی این عمل حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران از او عیادت کرده است به گزارش وبسایت حزب اعتماد ملی آقای فریدون سلام حسن روحانی را به آقای کروبی ابلاغ کرده است بر اساس این گزارش پای چپ آقای کروبی هفته گذشته به دلیل نقص در آسانسور محله حصر و زمین خوردن او شکسته بود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گفت عمل جراحی روی پای آقای کروبی با موفقیت انجام شد و وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان در جریان کم و کیف پرمنده درمانی وی قرار گرفت. بر اساس این گزارش این ششمین عمل جراحی مهدی کروبی از زمان آغاز حصر خانگی اوست و پیش از این عمل جراحی دیسک کمر، زانو، مجرای ادرار، چشم و قلب روی وی انجام شده است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی پس از سه سال حبس در خانه امن وزارت اطلاعات از بهمن ماه سال 92 به منزل خود در جماران منتقل شده ولی همچنان در حصر به سر میبرد. خانواده این سه نفر در سالهای گذشته بارها نسبت به وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند. علی متحری نماینده تهران روز دوشنبه 16 آذر نیز در دانشگاه شهید بهشتی گفت ادامه حصر به صلاح نظام نیست و ممکن است در آینده تبدیل به قده سرطانی شود. این درست نیست که ما بدون محاکمه بگوییم آنها به دنبال براندازی بودند و مجازاتشان نیز اعدام است و ما رعفت اسلامی به خرج داده ایم و حسرشان کرده ایم. اگر قرار است مجازاتی انجام شود باید روال قانونی آن طی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که در مذاکره با نهادهای دیگر شرایطی را فراهم خواهد کرد که زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز آزاد شوند. در همین حال خشایار پورتاهری دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف روز دوشنبه پیش از سخنرانی آقای روحانی در این دانشگاه به ادامه ی حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران اعتراض کرد آقای روحانی اخیرا در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی اعلام کرد میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد در تحول دیگر محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات ادعای خبرگزاری های فارس و میزان مبنی بر احضار به دادگاه ویژه روحانیت را رد کرده و گفته است که روزنامه تحت مدیریت وی همچنان به انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران ادامه می دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز روز سهشنبه 17 آذر مدعی شد که آقای دعایی روز سهشنبه به دادگاه ویژه روحانیت رفته و پس از تحقیق از ایشان تعهدی مبنی بر عدم تکرار تخلف گرفته شده است. آقای دعایی گفت حتی کتبن هم از سوی دادگاه ویژه روحانیت احضار نشده است مدیر این روزنامه در این حال گفته است که البته من با دوستان دادگاه ویژه روحانیت معنوس هستم و آشنایی دارم آقای دعایی با تاکید بر اینکه مشی روزنامه اطلاعات در مورد انتشار اخبار محمد خاتمی همان مشی قبلی است گفت ما اخبار معمول ایشان را در روزنامه اطلاعات منتشر می کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد اخبار مربوط به احضار محمود دعایی به دادگاه ویژه روحانیت از سوی رسانه های اصولگرا پس از آن منتشر شد که روزنامه اطلاعات گفتگوی سردبیر روزنامه السفیر لبنان با محمد خاتمی را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد غلام حسین محسنی ارجعی سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود که به دستور دادستانی تهران رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر کنند. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان 93 مطرح شد و در آن زمان گزارش ها حاکی از آن بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ای با مدیران رسانه ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهور اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده گزارش ها حاکی است که محمود دعایی در این جلسه از مخالفان چنین دستوری بوده است. اما در گزارش که یک مؤسسه ناظر مالی به تازگی درباره میزان درآمد گروه موسوم به دولت اسلامی منتشر کرده آمده است که این گروه حدود 80 میلیون دلار در ماه درآمد دارد بر اساس گزارش این مؤسسه مالی حدود 43 درصد از درآمد داعش از فروش نفت و بقیه از راه قاچاق مواد مخدر اشیاء عتیق جنایت فروش برق و پولهای اهدایی تامین می شود پژوهشکده امور مالی و دفاعی IHS در گزارشی گفته است که گروه خلافت اسلامی در حال حاضر از طریق عوارض مالیات و فروش نفت ماهانه 80 میلیون دلار درآمد دارد همین گزارش میگوید داعش تحت تاثیر حملات هوایی به تاسیسات نفتی تحت کنترل این گروه از نظر مالی تحت فشار است خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 16 آذر به نقل از تحقیقات این پژوهشکده گزارش داده که داعش برخلاف سایر گروه های تروریستی بین المللی مانند القاعده به حمایت مالی خارجی نیاز چندانی ندارد چون از قلمرو گسترده خود در عراق و سوریه میتواند درآمد زیادی کسب کند حدود نیمی از درآمد داعش از محل مالیات عوارض و مصادره انبال و حدود 43 درصد آن از محل فروش نفت و مابقی از طریق قاچاق مواد مخدر فروش برق و کمک مالی به گروه تأمین می شود یکی از پژوهشگران ارشد ایچ اس به خبرگزاری فرانسه گفته است بخش زیادی از درآمدش را برای خرید اسلحه مهمات و تدارکات نیروهای مسلح خود هزینه می کند اعتراف بین المللی به رهبری آمریکا از اواخر تابستان سال 2014 حملات هوایی به مواضع این گروه در خاک عراق و بعد هم سوریه را آغاز کرد روسیه نیز از سپتامبر امسال حملات هوایی و موشکی به مخالفان رژیم بشار اسد از جمله گروه خلافت اسلامی را آغاز کرده است طبق ارزیابی پژوهشکده IHS گروه داعش پس از پیشروی گسترده خود در سال 2014 تا کنون نتوانست پیروزی مهمی به دست بیاورد و به نظر میرسد اکنون برای تأمین هزینه های تحت فشار قرار دارد به گفته کارشناسان این پژوهشکده به نظر میرسد که حملات هوایی اطلاف بین المللی به رهبری آمریکا و همینطور حملات ماهای اخیر هواپیماهای روسی به تأسیسات و کاروانهای صدور نفت این گروه گذار بودند کارشناسان این پژوهشکده میافزایند یکی از روشهای جدید داعش باجگیری از افرادی است که میخواهند قلمرو این گروه را ترک کنند یکی دیگر از راه های افزایش درآمد گران کردن بهای برق سرویس تلفن و اینترنت است مردمی که در قلمرو داعش زندگی می کنند هم اکنون برای این خدمات بهای گذافی می پرلازن. معلوم نیست این گروه بتواند بهای گرانتری از مردم دریافت کند ولی شکی نیست که برای مردمی که در قلمرو داعش زندگی می کنن، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد در گزارشی دیگر سازمان عفو بین الملل به شدت از توزیع و تجارت بیپروا و غیر مسئولانه سلاح در عراق انتقاد کرده و میگوید وجود سلاح و مهمات از دستکم 25 کشور جهان ذراتخانه حکومت اسلامی را انباشته است به گزارش سازمان عفو بین الملل طی سالیان گذشته چه در زمان جنگ ایران و عراق چه در جریان اشغال عراق در سال 2003 یا سالهای پس از آن عراق بدون آنکه کنترل خاصی صورت گیرد مرکز تجارت و توزیع بیپروای جنگ افسار شده است در گزارش تازه سادر از صادر کنندگان اسلحه از جمله اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز انتقاد شده است که به خوبی از خطرات ناشی از ارسال سلاح به عراق جایی که فساد همهگیر و ساختار کنترل ضعیف است با خبر بودند عفه بین الملل جنگ ایران و عراق را به عنوان لحظه ای ناب برای گسترش بازار معاصر تجارت اسلحه توصیف کرده و میگوید زرادخانه ارتش عراق در آن زمان توسعه پیدا کرد به گفته این سازمان 28 کشور جهان در آن زمان به ایران و عراق سلاح می فروختن. سازمان عفه بین الملل بارها در مورد فروش یا تجارت جهانی اسلحه هشدار داده و خواستار آن شده که این تجارت به شکل قابل ملاحظه‌ای تحت کنترل قرار گیرد اما هفته گذشته مدارس و مهد کودک های استان کرمان به دلیل نگرانی از شیوع آنفولانزای خوکی به مدت دو روز تعطیل شدند. قربانیان آنفولانزای خوکی در کرمان 28 تن گزارش شد. در سیستان بلوچستان هم 8 تن جان خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. گزارش ها از ایران هاکیست تا کنون دست کم 36 نفر در اثر ابتلا به آنفولانزای نو h 1 n 1 که به عنوان آنفولانزای خوکی شناخته می شود در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند. امروز دوشنبه 16 آذر علی رزم حسینی استاندار کرمان گفت که با اعلام وضعیت زد در این استان به دلیل شیوع بیماریان فلانزا مدارس تمام مقاطع تحصیلی و مهد استان کرمان روزهای 17 و 18 آذر تعطیل است آقای رزم حسینی افزایش آن فلانزا در استان کرمان را عادی دانسته و گفته است اعلام وضعیت زرد در استان کرمان به دلیل احتیاط بوده است علی اکبر حقدوس رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرگ 28 نفر در اثر ابتلا به ویروس H1N1 در این استان خبر داده و حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم گفته است که 8 نفر در استان سیستان و بلوچستان به علت ابتلا به آن فلانزای خوکی جان خود را از دست دادن به گفته آقای شهریاری علت شیوع بیماری خطرناک در ایران هنوز مشخص نیست دیروز یک شنبه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته بود 22 نفر در اثر ابتلا به این بیماری در استان کرمان جان خود را از دست داده و بیش از 100 بیمار مشکوک به آنفولانزای خوکی در شهر کرمان بستری شدند مسئولان درمانی شهر سیرجان هم از بستری شدن حدود 70 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به آنفولانزا خبر داده بودند روز یکشنبه 15 آذر احمد آریایی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران با انتقاد از افزایش موارد مشکوک به آنفولانزای خوکی در ایران خواهان اعلام وضعیت بحران شد آقای آریایی نژاد گفت باید هشدارهای لازم به مردم داده شود چرا که هر لحظه ممکن است این بیماری بیش از اینها در کشور فراگیر شود با وجود این دیروز حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران آنفولانزای خوکی را جز به آنفولانزاهای فصلی و معمولی در ایران خواند و گفت هر سال مواردی از ابتلا و مرگ ناشی از این بیماری را در کشور داریم آقای هاشمی گفت امسال تعداد موارد این بیماری نسبت به سال گذشته اندکی افزایش داشته که بخشی از آن به علت ورود اطباع بیگانه از کشورهای همسایه به همسایگان شرقی است شستن دستها با صابون پرهیز از دست دادن و روبوسی و همچنین پوشاندن صورت هنگام عطسه از جمله توصیه های اصلی برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا است همچنین مقام های بهداشتی ایران توصیه کردند کسانی که از عطبات آلیات میآیند با افراد کمتر ارتباط داشته باشند و از دادن ولیمه خودداری کنند برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد سپاسگزارم که با ما همراه بودید آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو, رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید شب روز شما خوش